حمایت اکثریت سناتورهای ایتالیا از مقاومت ایران برای تغییر دموکراتیک در ایران. سناتورهای ایتالیا، روم، 22 اکتبر 2008. سیاست در قبال ایران و اپوزیسیون آن. در ایران یک رژیم ظالم بر سر کار است که هم مردم خود را بی‌رحمانه سرکوب می کند و هم به طور فزاینده به عنوان یک تهدید جهانی بارز می شود. این رژیم با نقض قطعنامه‌های مکرر شورای امنیت ملل متحد، پافشاری بر پروژه مخفی اتمی و صدور تروریسم و بنیادگرایی به عراق و افغانستان و خاور نزدیک، منطقه را به سمت جنگ سوق می دهد. 5000 حرکت اعتراضی در سال 2007 تمایل شدید مردم ایران به تغییر را نشان می دهد. رژیم ایران برای کنترل وضع انفجاری، اعدام‌های دست جمعی از جمله 80 اعدام در ژوئیه و اوت، دستگیری‌های انبوه، شکنجه، قطع عضو، شلاق زدن در معابر عمومی و تبعیض وحشیانه علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را تشدید کرده است. سیاست دادن امتیاز و مشوق به ملاهای ایران که به بهانه تقویت میانه روها و تغییر رفتار رژیم انجام شده، این رژیم را در سرکوب و صدور تروریسم و پروژه‌های اتمی تشویق کرده است. اگر جامعه جهانی نخواهد یک ایران اتمی و متجاوز را بپذیرد و یا به استقبال جنگ برود، تنها راه حل کنار گذاشتن مماشات و حمایت از تغییر دموکراتیک به دست مردم و مقاومت ایران است. این پیشنهاد خانم مریم رجوی، رهبر اپوزیسیون است که 70,000 ایرانی در پاریس در 28 ژوئن 2008 از آن حمایت کردند. برچسب تروریسم علیه سازمان مجاهدین خلق ایران، ستون فقرات اپوزیسیون که به درخواست رژیم ایران صورت گرفته، مهمترین راهبند تغییر است. دادگاه عدالت اروپا، دسامبر 2006، دادگاه عالی انگلستان، نوامبر 2007 و دادگاه استیناف انگلستان، مه 2008، برچسب تروریستی علیه مجاهدین را لغو کردند. دادگاه استیناف انگلستان اعلام کرد که بررسی شواهد علنی و محرمانه نشان می‌دهد که مجاهدین درگیر تروریسم نیستند. هر دو مجلس عوام و اعیان انگلستان در ژوئن 2008 به اتفاق آرا حذف نام مجاهدین از لیست را تصویب و دولت انگلستان رسما مجاهدین را از لیست خارج ساخت. اما شورای اتحادیه اروپا در 15 ژوئیه این سازمان را در لیست تروریستی ابقا کرد. برجسته‌ترین حقوق‌دانان از جمله پروفسور آنتونیو کاسز از ایتالیا و پروفسور هنری لبایل از فرانسه در نظریه‌هایشان تصمیم مزبور را غیرقانونی و یک سوء استفاده آشکار از قدرت توصیف کردند. رژیم ایران از این نامگذاری برای توجیه اعدام مخالفین و توطئه علیه جان 3500 تن از ساکنان کمپ اشرف در عراق اعضای مجاهدین استفاده می کند. در ادامه بیانیه اکثریت سنای ایتالیا آمده است: با توجه به نکات فوق، ما امضا کنندگان این سند اعلام می کنیم. 1. ما از دولت ایتالیا می خواهیم که در شورای وزیران اتحادیه اروپا مخالفت صریح خود را با ادامه نامگذاری مجاهدین اعلام نماید و در اولین اجلاس شورای وزیران خواستار حذف نام مجاهدین از لیست شود. ما از هیئت رئیسه سنا می خواهیم این درخواست را فوراً با دولت در میان بگذارد. 2. ساکنان اشرف، پناهندگان سیاسی و حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو و مشمول اصل نان رفولمان هستند. آنها از حفاظت‌های ناشی از حقوق انسان دوستانه بین المللی و حقوق بین الملل برخوردارند
و امنیت غذایی آنها باید در همین چارچوب تضمین شود. در شرایط کنونی عراق حفاظت آنها تنها در عهده و صلاحیت نیروهای آمریکایی است و انتقال حفاظت پرنسیب ها و قوانین فوق را نقض می کند. 3. ما حمایت خودمان را از شورای ملی مقاومت و رئیس جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی و راه حل سوم پیشنهادی ایشان اعلام می داریم. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در اجلاس پارلمانی در سنای ایتالیا با ابراز خوشبختی از دیدار با نمایندگان نهاد عالی دموکراسی و قانون ایتالیا، بیانیه اکثریت اعضای مجلس سنای ایتالیا را معرف درایت و احساس مسئولیت قانونگذاران در حمایت از صحیح ترین راه حل بحران ایران توصیف کرد و گفت: اکثریت سنای ایتالیا با این بیانیه به جنبش گسترده‌ای در سراسر اروپا می‌پیوندند که مماشات با استبداد مذهبی را مردود می‌شمارد و راه حل عملی برای مهار خطر اتمی رژیم و تروریسم آن را ارائه می‌کند. خانم رجوی تأکید کرد: اروپا باید این واقعیت را به رسمیت بشناسد که مماشات نه راه مهار رژیم است، نه راه تغییر رفتار رژیم و نه راه پرهیز از جنگ. مردم ایران خواهان تغییرند ولی نه از راه مماشات. هیچ کس خواستار مداخله نظامی خارجی و تکرار تجربه عراق در ایران نیست. یک راه حل سوم در دسترس است. تغییر دموکراتیک در ایران به دست مردم و مقاومت ایران. این تنها راه اجتناب از جنگ است. مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها می توانند تغییر دموکراتیک را محقق کنند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در سنای ایتالیا گفت: یک نیروی تغییر وجود دارد. متاسفانه در جنام مجاهدین در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا آن را به سود رژیم قفل کرده است. این نامگذاری ظالمانه یک پیام تشجیع کننده برای رژیم و دلسرد کننده برای مردم دارد. غرب مخالف تغییر و در کنار استبداد مذهبی است. آخوندها با دستاویز قرار دادن این برچسب به توطئه علیه جان 3500 عضو مجاهدین در شهر اشرف می پردازند. مجمع پارلمانی شورای اروپا ماه گذشته طی بیانیه‌ای ضمن تأکید بر حقوق ساکنان اشرف تأکید کرد ادامه حفاظت آنان توسط نیروی آمریکا لازمه احترام به حقوق انسان دوستانه بین المللی، حقوق بین الملل، اصل نان رفرمان، کنوانسیون علیه شکنجه و کنوانسیون چهارم ژنو است. در اجلاس سنای ایتالیا شهردار شهر کنئو که با 15,000 شهید شهر نمونه مقاومت در مقابل فاشیسم در جنگ جهانی دوم است، مدال طلای مقاومت این شهر را به رئیس جمهور برگزیده مقاومت تقدیم کرد و کنئو را به عنوان شهر خواهر اشرف اعلام نمود. شهردار کنئو آقای آلبرتو والمجا گفت: من آمدم که از سوی مردم شهر کنئو یک شهادت بدهم. شهر ما که مدال طلای مقاومت را دارد، 15,000 شهید در مقاومت ضد فاشیستی و برای اصلاح قانون اساسی دموکراتیک ایتالیا تقدیم کرده و همکنون یک پارتیزان مقاوم ایتالیا پدر روحانی آلدو بنولی نیز همراه من است و حضور دارد. در این هنگام حاضران به افتخار پارتیزان مقاومت ضد فاشیستی پدر روحانی آلدو بنولی کف زدند.
شهردار کنهو در ادامه سخنانش با تاکید بر ضرورت حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی گفت: ما در شهرمان این امکان را داشتیم که مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران نیروی اصلی جنبش مقاومت را بشناسیم و من میخواهم این مدال را از طرف شهر کنهو به عنوان شهر خواهر شهر اشرف به رئیس جمهور مقاومت اهدا کنم. خانم رجوی نیز با درود به مردم شجاع کنهو این شهر را شهر مقاومت و آزادی توصیف نمود و مدال شهر اشرف را به شهردار و مردم کنهو هدیه داد. رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت: به کنهو شهر مقاومت و آزادگی و به مردم